و اما اختلافات در اروپا و تنش بین آمریکا و چین چالش‌های بزرگی در پیش روی دومین دور از گفتگوهای سازمان ملل متحد درباره تغییرات اقلیمی است که قرار داده که هفته آینده برگزار خواهد شد. گزارشی در این باره. مهمترین کنفرانس سازمان ملل درباره تغییرات اقلیمی پس از توافق 2015 پاریس یک شنبه آینده دوم دسامبر در شهر کاتوویتس در لهستان، یکی از آلوده ترین مناطق دارای معادن زغال سنگ در اروپا، آغاز به کار می کند. به گفته لهستان میزبان این کنفرانس، موفقیت در این کنفرانس به معجزه نیاز دارد. نمایندگان حدود 195 کشور جهان می‌خواهند جزئیات توافقی را تدوین کنند که آمریکا به دستور پرزیدنت ترامپ اعلام کرده است از آن خارج می‌شود. توافق پاریس در سال 2015 می‌خواست اقتصاد جهانی را از سوخت فسیلی دور کند و افزایش دمای کره زمین را بین 1.5 تا 2 درجه سانتیگراد محدود کند تا از آب و هوای نامساعدتر، افزایش سطح دریاها و نابودی جانوران و گیاهان جلوگیری شود. پاریس باید گویای مرحله مهم باشد. ما نیاز داریم جهان بداند که به سمت کاهش انتشار گازها و آینده پویاتری در شرایط اقلیمی حرکت می‌کنیم و راه برگشتی وجود ندارد. حصول توافق پاریس 20 سال زمان برد و تقریباً همه کشورها را متعهد به مبارزه با افزایش دمای زمین می‌کند. اما موفقیت در کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای و اطمینان از نظارت بر آن نیازمند مقررات است. دانشمندان آمریکایی در ماه اکتبر گفتند جهان حدود سال 2040 از مرز 1.5 درجه سانتیگراد افزایش دما عبور خواهد کرد و تغییرات بی‌سابقه ای در نحوه استفاده از انرژی لازم است. انتشار این گزارش به کنفرانس لهستان فشار بیشتری برای حصول توافقی قوی وارد خواهد کرد. به رغم این فراخوان، اختلاف‌هایی بین اتحادیه اروپا و تنش تجاری بین آمریکا و چین وجود دارد که همگی بر تعیین سیاست اقلیمی تأثیر خواهند گذاشت. رئیس کنفرانس، معاون وزیر انرژی سابق لهستان، ضمن تأکید بر وظیفه پیشرو برای حصول توافق اظهار امیدواری کرده است. سیران شرفی، صدای آمریکا.